سلامی به گرمای دست تو دوست، دلم لحظه با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را به نامت کنم. دوستان آلای سلام، ایشالله هر جای ایران زمین هستید حال دلتون خوب باشه. جلسه سوم و آخر از لوگاریتم و خدمت شما هستیم. این جلسه رو خوب نگاه کنید، نکات ویژه‌ای داره. معادلات و نامعادلات نمایی و لوگاریتمی، ما توی مثال‌های قبل براتون اینا رو حل کردیم، ولی حالا به صورت یک درسنامه میخوایم براتون بیان کنیم. بچه نها کنید، دو حالت داره، چند تا لوگاریتم مساوی، همینجا ممکنه دو ستا لوگاریتم باشه، اینجا دو ستا لوگاریتم. حالا حالت استانداردش اینه که این برای یه لوگاریتم باشه، این برای یک لوگاریتم. ببینید صورت این لوگاریتم قرمزه، صورت این لوگاریتم زرده، اما باید هم مبنا باشن، دقیقاً هم مبنا باشن. الان شما میتونی این لوگاریتم رو با این لوگاریتم به شرطی که ضریب نداشته باشه با همدیگه چکار کنیم بچه ها؟ ساده کنیم و در نهایت صورت اینو مساوی صورت این قرار بدی و یک معادله لوگاریتمی رو حل کنیم. توی کلیپ قبلی هم براتون مثال حل کرد به صورت کلی. مثلا اینجا باشه لوگاریتم 2 در مبنای 10، اینجا باشه مثلا x در مبنای مثلا 10، این با این ساده میشه، x میشه مثلا بچه ها چقدر؟ 2 دیگه. حالت بعدی لوگاریتم شما به این صورت هست، مساوی یک جواب هست. شما اینو چجوری حل میکنید؟ برخلاف اقربای ساعت شروع میکنید چرخیدن. مثلا اگه اینجا x باشه، اینجا 2 باشه، اینجا 3 باشه، x شما میشه مثلا 2 به توان 3. این هم تیپی هستش که ما برای شما در مورد معادلات لوگاریتمی بیان کنیم. پس معادلات لوگاریتمی یعنی که مساوی وجود داشته باشه که معادله بشه. دو حالت هست، طرفین لوگاریتم باشن که لوگاریتم ساده بشن و در نهایت به همچی شکل و شمایلی برسن و این دوتا با هم ساده بشن و صورتها مساویه هم بشه جواب شما. حالت دوم، لوگاریتم عدد که برخلاف عقربه های ساعت میچرخه به شما جواب میرسن، این میشه معادلات. نامعادلات داستانش چیه؟ یعنی این علامت، نگاه کنید، کوچیکتر بزرگتر فرقی نداره. حالا مثلا هر عبارتی برای من نقش یک نامعادله رو داره، فقط مساوی نباشه. ببین دو اتفاق میفته. اتفاق اول، مبنای شما، خوب دقت کنید، مبنای شما بزرگتر از یک باشه، مبنای شما بین صفر و یک باشه. تو کتاب نکته خیلی خاصی رو در مورد نامعادلات لوگاریتمی بیان نکرده. اگر اون قرار باشه سوالی بیاد، سوال باید خیلی ساده و روان باشه. ببین اگر مبنای شما بزرگتر از یکه، فکر کنید این مساویه، چجوری حلش میکنید؟ خب دانش آموز میگه آقا x 2 به توان 3، اوکی. اگر مساوی باشه که خب شما مساوی رو میذارید 2 به توان 3. اما الان یک علامت نامعادله دارید، بدون تغییر این تکرار میشه. پس بدون تغییر جهت، تغییر جهت نامعادل، اوکی. چرا؟ چون این مبنایی که شما دارید بزرگتر از یک. اما اگر مبنایی که شما دارید بین 0 و 1، خب این دوباره داستانش چیه؟ میشه آقا x مثلا 1/2 به توان 2. خب 1/2 به توان 2 x. اینجا شما خب قطعا یک داستانی دارید که ما این قروش داریم مکس میکنیم دیگه، درسته؟ اینجا تغییر جهت دارید، تغییر جهت. جهت چه جهت؟ چه علامت؟ این علامت به سمت لوگاریتم، حالا به سمت چی میره؟ عدد. پس نکنید تغییر جهت ایجاد میشه. توی نامعادلات نمایی هم همینطوره. اون پایه شما بزرگتر از یک تغییر جهت نداریم، پایه شما بین 0 و 1 تغییر جهت داره. پس دستبندی میکنیم توی نامعادلات، توی معادلاتی مشکلی نبود، حالت یک حالت دو، توی نامعادلات باید دقت کنیم به این عبارتی که اینجا ما به صورت پایه در نظر گرفتیم، بزرگتر از یک بین 0 و 1. انشاءالله که حواستون باشه. حالا براتون مثال حل میکنم تا مطلب بهتر جا بیفته، با ما همراه باشید. سراسری خارج 86، تست قشنگ گفته دامنه این تابع لوگاریتمی رو به دست بیارید. بچه نکنید fx همون فانکشن یا تابع است دیگه، همون سوال ترکیبی رادیکال میبینی با فرجه زوج، داخلش هم یه دونه لوگاریتم میبینی در مبنای 10، گفته دامنه اینو به دست بیارید. دو تا نکته بگم که دامنه برای شما تکرار بشه، اینور نگاه کنید. خب نکته اول، پس میذاریم اسمش نکته شماره 1. ببینید بچه تو نکته شماره 1 من چی رو میخوام بگم؟ اگه شما یک رادیکال داشته باشه و اینجا فرجه‌ش هم چی باشه؟ بچه ها زه میزنم زوج باشه و اینجا یک اف ایکسی باشه
بچه دامنه چی میشه؟ دامنه این میشه عبارت زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفر. پس این یادتون بیاد. نکته بعد، اگه یک لوگاریتم داشته باشید، نکته دو، یه دانش داشته باشید بچه ها، لوگاریتم داشته باشید، لوگاریتم آ بی، اگه بخواید دامنه اینو به دست بیارید دو تا کار باید انجام بدید و در نهایت اشتراک این دو تا کار رو شما در نظر بگیرید. آ حتما بزرگتر از صفر، بی حتما بزرگتر از صفر و بی مخالف یک. حالا منظور از آبیش که مشخصه دیگه، صورت، صورت مبنا، مبنا مبنا دو تا شرط داره و در نهایت اشتراکش میشه جواب من. حالا نگاه کنید. خب من اول یک رادیکال با فرجه زوج میبینم، هر چی داخلش، یعنی یک منهای لوگاریتم x منهای 1 در مبنا نداره 10، باید این بزرگتر مساوی 0 بشه، شرط شماره 1. همچنین پس اسم اینو میذارم شرط شماره چند؟ 1. شرط شماره 2، باید لوگاریتم رو بررسی کنی. لوگاریتم اینجا بچه مبنا داره 10، 10 بزرگتر از 0 هست، مخالف 1 هم هست، فقط میمونه صورتش، یعنی x منهای 1 بزرگتر از 0 دیگه مساوی نداره. خب اینجا که خیلی قضیه مشخصه، x بزرگتر از 1. اما اینجا وقتی من اینو ببرم اینور همچین اتفاقی میفته بچه، نها کنید، 1 بزرگتر از این میشه. پس لوگاریتم x منهای 1 در مبنای 10 کوچکتر مساوی 1. بچه من تغییر علامت ندادم، دوست عزیز آلایی من نگاه کن، تغییر علامت نداره. وقتی میاد اینور دهنه علامت به سمت 1، اینجا هم دهنه علامت به سمت 1، استاندارد نوشتم برات، پس تغییر علامت ندادم. حالا میگه خب آقای امینی به این میگن نامعادله لوگاریتمی. نامعادله چی بچه ها؟ لوگاریتمی. خب دانش آموز میگه آقا ببخش این نامعادله لوگاریتمی چجوری حل میشه؟ میگم نگاه کن به مبناش، مبناش داستانی داره یا نداره. به مبناش که نگاه میکنم دهه، دهه بزرگتر از یکه، یعنی شرط خاصی نداره، یعنی تغییر جهت نداریم، همون فرمول لوگاریتم. پس داستانش اینجا چی میشه؟ میشه آقا x منهای 1 علامت 10 به توان 1 یا 10، اینم میاد اینور x شما میشه کوچکتر مساوی 11. شرط 1، شرط 2 و در نهایت اشتراک بین شرط ها. خب اشتراک بین شرط ها داستانش چیه؟ نگاه کنید، اینجا 0، اینجا 1، اینجا هم 11. آقا x های شما کوچکتر مساوی 11 تو پر بیاد این و x های شما بزرگتر خالی از 1 بیاد این و و در نهایت اشتراک. خب جواب شما الان تو گزینه ها هست، 1 باز 11 بست، یعنی گزینه شماره چند بچه؟ گزینه نگاه کنید، گزینه شماره 4. حالا ما اینو کاملا تشریحی توضیح دادیم، کلی هم نکته گفتیم که مطلب جا بیفته. اما یک روش تستی خیلی خیلی خوب، به گزینه ها نگاه کنید، این اعداد جز دامنه است، یعنی باید توی سوال صدق کنه و سوالو خراب نکنه، منفی نکنه، یا مثلا باعث بی‌نهایت شدن سوال نشه. اینا که گفتم شرایط دامنه است. حالا مثلا اینا نگاه کنید ببینیم شرایطش چیه. شرایط اینجا رادیکاله، رادیکال فرجه زوج اگه اینطور منفی نکنه موردی نداره. 1 2 2 10 1 11 1 11 بسته، من تو اینا میتونم مثلا عدد 11 رو انتخاب کنم چون از همه بزرگترم هست، تو یکی بازه تو یکی بسته، اگه این تو درست باشه تو اینا هم مشکل ایجاد نمیکنه. نگاه کنید، این بازدهش از همه بزرگترم، من اینو انتخاب میکنم، عدد 11، 11 رو بندازید تو. خب دانش آموز 11 رو میندازید تو، 11 منهای 1 میشه 10، 10 در برابر 10 میشه خب آقا 1، 1 منهای 1 0، زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفره، یعنی مساویه توی صدق میکنه و مشکل ایجاد نمیکنه و به راحتی شما به گزینه چند میرسید؟ 4. اینم راه چندم؟ راه دوم، عدد گذاری، یعنی یکی از این اعداد انتخاب کنید بندازید این تو، ببینید تو این دوچار مشکل میشه یا نه، اگر نشد این جزء دامنه من هست. پس گزینه شماره چند؟ 4. پس این سوال قشنگ برای شما دوره کرد، هم دامنه رو هم نکته نامعادله لوگاریتم. بریم مثال بعد. یه سوال قشنگ، سراسری داخل کشور 93، گفته اگر این لوگاریتم مساوی این عبارت بشه، مقدار لوگاریتم x در پایه 2 یا در مبنای 2 کدام است؟
سوال دوباره دو مرحله ایه. مرحله اول ایکس رو میکشه بیرون، میندازی داخل این. فقط حواست باشه این ایکسی که شما داری به دست میاری شرایط دامنش رو حتما باید چک کنه. بچه من این لوگاریتم رو میارم کنار این یکی، میشه لوگاریتم ایکس دوی به علاوه چهار ایکس منهای لوگاریتم پنج ایکس مساوی یک. خب حالا منها تبدیل میشه بچه به چی؟ به تقسیم. پس میشه لوگاریتم x تقسیم کنم اینو به این تقسیم کنم، یعنی x دو به علاوه 4 در مبنای 5 میشه چه بچه ها؟ 1. ما میدونیم لوگاریتم برخلاف عقربه‌های ساعت میچرخ. اگر خب شروع کنه چرخش، x دو به علاوه 4 در تقسیم بر 5 میشه x به توان 1. خب طرف این وسط این و میشه x2 به علاوه 4، این هم میشه 5x میادیم بر منهای 5x به علاوه 4 مساوی 0. معادله درجه دوم دوتا ریشه داره. خب x1 x4 هر دو هم منفی که جوابش منفی 5 مساوی 0. یک جواب من x مساوی 1 خواهد بود، یک جواب من x مساوی 4 خواهد بود. قرار اون چی بود؟ جوابا رو که به دست میاریم در شرط دامنه صدق کنیم. بچه نها کنید الان یک رو من بندازم این تو، اینجا باید بزرگتر هست و مخالف یک باشه، پس این چی میشه بچه؟ خود به خود حذف میشه، شرط دامنه رو نداره. اما چهار مشکل اینجا ایجاد نمی کنه، اینجا هم ایجاد نمی کنه. پس جواب مطلوب من عدد چهاره. اما حواستون بود سوال دو قسمتیه، نزنید اگه چهار داشت رو گزینه چهار رو بزنید. سوال چند قسمتیه؟ دو قسمتی. آنگاه مقدار لوگاریتم x، یعنی یه لوگاریتم دیگه، x چند بود؟ 4، در پایه یا مبنای 2. خب اینو دیگه بچه‌ها چشم بسته هم میتونن جواب بدن. جواب چنده؟ عدد 2 خواهد بود. 2 به توان 2 میشه 4. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 4. بله. سراسری 93 هم همچین سوالی مطرح شده و نکته‌اش چی بود؟ دانش شما تو که اینو میبینن یه ذره هی میکنن، میان به جایی مینویسن لوگاریتم ایکس ایکس هم این داستانی. آقا یه تغییر کوچیک شما میتونید به جواب خیلی راحت برسید. بریم سوال بعدی. سراسری خارج 92، یه تست باحال که ترکیبی از یک معادله توانی و یک معادله لوگاریتمی. گفته از دو معادله روبرو مقدار ایگره کدام هست؟ خب 4 به توان x به علاوه 2 به توان x مساوی 72 و لوگاریتم x به علاوه 1 به علاوه لوگاریتم 2y به علاوه x2 مساوی 2. شما اینجا باید x رو به دست بیارید، بندازید توی این y رو به دست بیارید. خب چیکارش کنیم؟ بعضی میگن آقا میام حدس میزنیم، میگیم آقا 1 میذاریم 2 میذاریم 3 میذاریم ببینیم به این عدد میرسی یا نه. خب این راه خوبیه. راه دوم، اگر بخوای یه مقداری ریاضی تر و علمی تر حلش کنی، ببین 4 به توان x رو میشه نوشت 2 به توان دو به توان x، درسته؟ اینم دو به توان x مساوی 72 و اینم میشه نوشت بچه ها دو به توان x به توان 2، دو به توان x به توان 2 به علاوه دو به توان x مساوی 72. چون این دوتا رو عوض کردم دیگه. خب چرا این کارو کردم؟ چون میخوام بیام به جای دو به توان x حرف مثلا a رو قرار بدم. خب پس اینجا میشه آ به توان 2، اینجا هم میشه آ منهای 72 مساوی 0. بچه شما میدونید 2 به توان x یک تابع سعودیه و بزرگتر از 0 و اون مقداری که به دست میاری میشه بزرگتر از 0. حواستون باشه آیه شما میشه بزرگتر از 0. خب اینجا بخوایم معادله رو حل کنیم، اینجا آ اینجا آ 9 و 8 دیگه، 9 و 8 تا 72 تا، این مثبت بشه پس این مثبت این منفی. خب بچه ریشه هایی که در میارم اینجا آ میشه منفی 9 و اینجا آی شما میشه 8. طبق نکته که گفتیم الان به درد ما نمیخوره، جواب ما آ مساوی 8. حواست باشه آ مساوی 8 پایان کار تو نیست. تو میای اینجا گفتی آقا 2 به توان x میشه آ یعنی 8، پس تو دنبال x بوده دیگه، x تو میشه 3. اینو داشته باش. حالا قراره بیای تو این یک معادله لوگاریتم x بذاری 3. انجام بده. پ-
پس میریم تو مرحله نهایی، میشه 3.14 میشه لوگاریتم 4 در مبنای 10 به علاوه، اینجا هم میشه 3 به تمام 9 میشه لوگاریتم 2 ایگرگ به علاوه 9 در مبنای 10 مساوی چند بچه ها؟ 2. خب جمع دیگه، جمع تبدیل میشه بچه ها به چی؟ به ضرب. پس میشه لوگاریتم 4 در 2 ایگرگ به علاوه 9 در مبنای 10 مساوی 2. یک معادله لوگاریتم. برخلاف عقربه های ساعت شروع میکنیم به چرخش. یعنی میشه چی؟ میشه 4 تا 2 ایگرگ به علاوه 9 مساوی است با 10 به توان 2. بچه 10 به توان 2 چقدر میشه؟ 100. حالا طرفین رو تقسیم برای 4 میکنم، به 4 این میره، به 4 همین میشه چقدر؟ 25 تا. 9 میره اونور، 2 ایگرگ شما مساویه 25 منهای 9 16 و ایگرگ شما عدد 8 رو به ما خواهد داد. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 3. این هم یه سوال سخت دیگه، حالا نسبتاً سخت‌تر از مبحث لوگاریتم و معادله نمایی یا توان. انشاءالله که یاد گرفته باشید. اما تو کتاب یک اشاراتی در مورد کاربرد لوگاریتم کرده. کدوم کتاب؟ سال 11. کتاب رو نگاه کنیم. صفحه 117 کتاب درسی سال 11 دو تا مثال زده در مورد کاربرد توابع نمایی و لوگاریتم. یکیش در مورد نمایی، یکیش در مورد لوگاریتم. در مورد توابع نمایی یه باکتری آورده، یه توضیحاتی داده که گفته آقا این باکتری چیزی داره زیاد میشه و از یک تابع نمایی پیروی میکنه. در مورد تابع لوگاریتمی هم از اول برم. شروع. صفحه 117 کتاب درسی سال 11 کاربرد توابع نمایی و لوگاریتمی رو آورده. یه دونه در مورد نمایی مثال داده، یه دونه در مورد لوگاریتمی. حیف اینو گفته نشه. من اصل کتاب آوردم که ببینید. مثالی که در مورد تابع نمایی زده و رشد نوعی باکتری رو مثال زده، یک باکتری به نام اشریشیا کولی یا به صورت اختصار ای کولی که توی دستگاه گواری زندگی میکنه و تو هر نیم ساعت دو برابر میشه و فرمولش هم از این پی تی مساوی 100 ضرب در 2 به توان 2 تی، تی بین 0 و 16 به دست میاد. بچه‌ای که تجربی هستن اسم این باکتری و محل زندگیشون تقسیم شدنش رو به خاطر بسپرن. شاید ازش سوال اومد، شاید هم توی زیست شما باشه و حالا اینجا تو ریاضی هم ما داریم بحث ریاضیش انجام میدیم. خب این مثالی زده بچه تو کتاب، گفته مثلا تعداد باکتری ها در یک توده پس از 3 ساعت اومدیم به جای تی گذاشیم سی، عدد 3 و مقدارش رو به دست آورد. این مثالی از در مورد تابع نمایی که خب من خودم جداگونه براتون مثال حل میکنم، اما این مثال و حضرت اشریشیا کولی اینجا اومده دیگه. بله، تابع لوگاریتمی. تابع لوگاریتمی صحبت زلزله رو پیش کشیده. بچه زلزله فرمولای دیگه داشته، حالا تو این کتاب این فرمولا آورده. میدونید که وقتی یک زلزله اتفاق میفته، زلزله یک قدرت تخریب داره، یک حجم انفجاری انگاری اتفاق داره میفته که انرژی و تخریب و قدرت تخریب وجود داره. انرژیشو با این نشون میدن و اون بزرگی زمین لرزه رو با حرف ام نشون میدن که واحدش هم بچه چیه؟ ریشتره. این رو حالا انرژی آزاد شده رو در واحد خاصی است به نام ارگ. حالا این واحد از کجا اومده رو برای شما اهمیتی نداره، فقط تو کتاب بیان کرده. یه فرمول گفته، گفته لوگاریتم ای یعنی اون انرژی آزاد شده مساوی است با 11.8 به علاوه کنیم ام. این فرمول شما باید به خاطر بسپارید، فرمول سختی هم نیستش. پس ام شد اون بزرگی یا اندازه زلزله بر واحد ریشتر، این هم انرژی آزاد شده. یه نکته گفته، گفته انرژی یک زلزله 8 ریشتری تقریبا برابر با انفجار 1 میلیارد تن TNT. شما دیگه خودت بفهم چقدر یک زلزله مخربه که 1 میلیارد تن TNT داره منفجر میشه. یه مثالی هم زده، اون زلزله به ما آورده، گفته روز 5 دی سال 82 یه زلزله اومد به شدت 6.6 ریشتر، یعنی امش رو به شما داده 6.6 ریشتر. مقدار انرژی آزاد شده شو از شما خواسته، کاری نداره. نگاه کنید بچه ها، میان شما به جای ام
6 و 6 دهم میذاری، محاسبه میکنی و به این عدد میرسی. خب لوگاریتم ای در مبنای 10 شده 21 مایز 7، پس ای میشه برخلاف عقربهای ساعت میچرخه 10 به توان 21 مایز 7 در واحد ارج. اما ممکنه تو این رابطه ای رو بده امو بخواد، یا حالا تو این سوالی که خودش داده بود امو داده ای رو میخواد، همین داستان ممکن اتفاق بیفته. ما بر شما مثال حل کنیم تا مطلب جا بیفته. یه زلزله دیگه رو صحبت کرده در مورد زلزله رودبار منجی سال 69، قدرتش 7.4 بوده که حالا گفته مقدار انرژیش رو شما برید حساب کنید. این همه شما چو به جای امش بذارید 7.4 خودتون حساب کنید تو خونه. خلاصه این یک سفیر که تو کتاب ازش ما مطلب گفتیم براتون در مورد کاربرد چی بود بچه ها؟ تابع نمایی و تابع لوگاریتمی دوتا کاربرد آورده بود، یکی باکتری یکی هم زلزله. پس حواستون باشه ممکنه از این قضیه سوالهای جونداری مطرح بید.